با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های امشب رو پی میگیریم با برنامه شامگاهی آن سوی خبر که هر شب در سی دقیقه نگاهی دارد بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان تا بازخانی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت تازه ترین اظهارات هسته ای آیت الله علی خامنه با ابراز بدبینی نسبت به لغو تحریم ها از سوی شش کشور مورد مذاکره خاص ایالات متحده ای آمریکا تعیین تا تاریخ برگزاری انتخابات خبرگان رهبری در ایران همینطور ابراز نگرانی سازمان های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در خصوص روند فضاینده نقض حقوق بشر در ایران با احتمال اعدام قریب الوقوع دو شهروند دگراندیش کماکان اختلاف نظرها حول چگونگی مبارزه با ریزگردها با مخالفت مجلسیان در تصویب بودجه 60 میلیارد تومانی و تجدید نظر دانشگاه معتبر ماساچوست آمریکا موسوم به MIT در پذیرش دانشجویان ایرانی اهم مطالب و موضوعاتی بودند که در طول 24 ساعت گذشته از سوی رسانه های داخلی و خارجی و همینطور بیشتر روزنامه های منتشره در تهران انتشار گسترده یافت. اظهارات ناامیدانه یا آیت علی خامنه ای در سلسله اظهار نظرهای هسته ایشان که در طول ماه گذشته به دفعات و با زبانهای مختلف بیان شده است موجب واکنش های بیشمار رسانه ها و سیاسیون گردید علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران می گفت که اگر مسئله هسته ای همانطور که آنها دیکته می کنند پیش برود باز هم تحریم ها برداشته نخواهد شد آقای خامنه ای روز چهارشنبه 29 بهمن ماه می گفت که دشمن از حربه تحریم دارد حد اکثر استفاده را می کند هدفشان این است که حرکت مردم رو متوقف کنند بند عقیدم این است اگر مسئله هستئی همانطور که آنها دیدته می کنند پیش برود باز هم <applause> از خواهی می کنم تحریم ها برداشته نخواهد شد چون با اصل انقلاب مخالفند رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود باید کار جدی انجام بگیرد ما می توانیم علیه تحریم ایستادگی کنیم و هدفهای دشمنان رو نیز ناکام بگذاریم اگر ایستادگی نکنیم دشمن برای برنامه هسته ای ما شرط میگذارد و تحریم میکند آیت الله خامنه ای در سخنرانی دیروز خود خواستار تقویت زیر های کشور در برابر تحریم شده و میگفت اگر بنابر تحریم باشد در آینده ملت ایران نیز آنها را تحریم میکند بیشترین مجموع نفت و گاز دنیا برای ایران است گازی که دنیا و اروپا به آن احتیاج دارد ایران میتواند آنها را تحریم کند اگر لازم باشد رهبر ایران خواستار قطع اتکای ایران به درآمدهای نفتی شد و گفته بود که درآمد مالیاتی باید جایگزین آن شود در این راستا حسب انتظار بیشتر روزنامه های امروز نیز مطلب اصلی رو به اظهارات علی خامنه ای اختصاص دادند از جمله روزنامه کیهان روزنامه تحت امر رهبری با فونت بسیار بزرگ می نوشت که تحریم ها را بر نمی دارن. دشمن با اصل انقلاب مخالف است و یا در سوی دیگر روزنامه قانون و بسیاری از روزنامه های همسو با قانون از جمله اعتماد یا ابتکار با لحن تهدیدی و مقابله به مثل به نقل از رهبری ایران هشدار میدادند که تحریم کنید تحریم میکنیم این تهدیدات تحریم علیه غرب در حالی است که جمهوری اسلامی در مدیریت گازی خود حتی با افزایش دمای هوا در ایران در تأمین محصولات گازی داخلی به ناتوان است و چندین مرحله نیز از ارسال گاز به کشور همسایه ترکیه ناکام ماند که منجر به شکایت کمپانی های نفت و گاز ترکیه علیه ایران در مجامع جهانی شده بود. و اما افرادگرایی های اسلامی در برخی از کشورهای جهان و بروز ای به نام داعش موجی از تفسیرها و تحلیل های مسئولین عالی رتبه جهانی رو نسبت به اصل اسلام در پی داشته است در تازه ترین واکنش ها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا داستان دین اسلام را از خشونت ها و افراد گرایی ها جدا دانست و معتقد بود که کشورش نه با اسلام بلکه با کسانی در جنگ است که اسلام را به انحراف کشانده ان. اوباما در برابر نمایندگان شست کشور جهان که در یک نشست سه روزه درباره راههای مقابله با افراط گرایی در واشنگتن شرکت کرده بودند سخن می گفت. این نشست پس از حملات تروریستی اخیر در دانمارک و فرانسه برگزار می شود. اوباما گفت که جهان باید با نظامی عقیدتی که باعث بنیادگرایی می شود مقابله کند. او گفت کسانی که برای گروه های مانند دولت اسلامی یا همون داعش می جنگند نه رهبران مذهبی بلکه تروریست هستند. اوباما گفت ارتباط دادن القاعده یا دولت اسلامی به اسلام یعنی پذیرفتن تبلیغات این گروه ها. ایشان به کسانی واکنش نشان میداد که از او به خاطر عدم توصیف عاملان حملات اخیر با عنوان اسلامگراهای بنیادگرا انتقاد کرده اند. گفته بود که کشورها باید سهم خود رو در این نبرد ادا کنند. این تروریست ها بیش و پیش از هر چیز تهدیدی برای جوامعی هستند که هدف می گیرند. ادامه می دهیم یانسوی خبر امشب رو با خبرهای دیگر تهدیدات جدید نفتی و گازی از سوی اتحادیه اروپا موجب واکنش وزارت خارجه دولت روحانی شد در کنار تهدیدات علی خامنهای مرزی افخم نیز به تهدید متقابل و ابراز گلایه پرداخت مرزی افغم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به سوالات آنها در خصوص مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک توافق یک مرحله ای تحولات یمن و لیبی و دیگر مسائل بین المللی و منطقه ای پاسخ داد. افخم گفته است که تا جزئیات توافق روشن نشود هیچ گونه توافق شکل نخواهد گرفت سخنگوی وزارت امور خارجه می گفت مذاکره کنندگان برای اینکه بتوانند روی جزئیات بحث نکنند ابتدا نیازمند این هستند که یک تفاهم سیاسی را داشته باشند مرزی افغم سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین می گفت تا جزئیات کامل روشن نشود هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت ما در پایان دوره زمانی یک توافق خواهیم داشت و آن تفاهم و چارچوب ها همه یه تفاهم برای روش مذاکرات است وی در خصوص اعمال تحریم های بیشتر در کنگره آمریکا در صورت عدم حصول توافق عنوان کرد که در خصوص مسائل داخلی آمریکا طرف آمریکایی خودش باید مدیریت کند افغان در پاسخ به این سال که آیا تا پایان ماه مارس توافق جامع حاصل می شود این گونه جواب میداد که برنامه اقدام مشترک تا پایان جوان تمدید شده و زمانی که مذاکره کنندگان دارند تا پایان جوان است افقام گفت برای اینکه به پایان جوان برسند و تا اعلام کنند باید مرحله به مرحله تفاهماتی صورت گیرد مرزی افغان در توضیح معنای توافق سیاسی این گونه اشاره میکرد یکی از بحث هایی که در وین در نوامبر مطرح شد این بود که تا پایان ماه مارس یک تفاهم سیاسی شکل بگیرد که بتوانیم روی جزئیات صحبت کنیم برخی محافل در داخل آمریکا این تفاهم در ماه مارس را به منزله توافق سیاسی تلقی کردند سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به تحریم دوباره شرکت ملی نفتکش ایران توسط اتحادیه اروپا و انگلیس این اقدام را سیاسی و خلاف روند حسن نیت خواند و خاطر نشان می کرد که این با روند مذاکرات جاری هسته ناسازگار است و اما روزنامه های زیادی نیز به این موضوع پرداختند از جمله روزنامه کائنات با درجه تصویری از مرزی افغان به نقل از وی مینوشت تفاهم سیاسی پیش زمینه توافق جزئیات است این روزنامه به نقل از افخم تأکید داشت که تنها یک توافق خواهیم داشت که گویا بر ضرورت یک مرحله ای بودن توافق تأکید می کرد که خواست رهبری و همینطور منویات رهبری نظام جمهوری اسلامی این گونه بود. کماکان بیننده برنامه آن سوی خبر از تلویزیون ایران فردا هستید با تازه های از اخبار حقوق بشر که بخش وسیع از اخبار رو به خود اختصاص میداد در آستانه اعدام چندین متهم سیاسی امنیتی بر صدر رویدادهای حقوق بشری این اخبار جای گرفت از جمله احتمال اعدام قریب الوقوع یک روحانی همراه با همسرش به اتهام استخاره موجی از نگرانی رو در میان کنشگران حقوق بشری برانگیخته بود وبسایت های خبری اتهامات این روحانی رو ادعای ارتباط با امام زمان مرید و مرادبازی و ارتباط با اجنه عنوان کردند به گزارش خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا محسنی اژهای روز چهارشنبه 29 بهمن اشاره کرده بود که حکم صادر شده برای این فرد بدوی بوده و میتواند به این حکم اعتراض کرد و طبق قانون قابل تجدید نظر است در ماه گذشته برخی از وبسایت های خبری از جمله وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از صدور حکم اعدام برای مجید جعفری تبار از روحانیون مشهور قم خبر داده بودند در این میان خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی نیز ضمن انتشار سخنان محسنی اجی می نوشت در هفته های اخیر در شبکه های اجتماعی اخبار زد و نقیزی درباره صدور حکم اعدام برای یک روحانی معروف به استخاره در شهر قم منتشر شد و در برخی از آنها دلیل حکم ارتباط با اجنه عنوان شده است. وبسایت سهام نیوز نیز نوشته بود که نام آقای جعفری تبار از سال 72 به سبب استخاره هایی که می گرفت بر سر زبان ها افتاد و دامنه استخاره های وی به جایی رسید که دهها خط تلفن به صورت 24 ساعته به سوال های مراجعه کنندگان پاسخ میداد این وبسایت اتهام های مطرح شده از سوی دادگاه ویژه روحانیت برای آقای جعفری تبار رو مالی مرید و مرادبازی و ادعای رابطه با امام زمان ذکر کرده است بر اساس گزارش ها آقای جعفری تبار از شش ماه پیش بازداشت شده و در سلول انفرادی زندان لنگرود کاشان نگهداری می شود لازم به توضیح است که مجید جعفری تبار و مینا مناقب همسرش از نوه های آیت الله محمد صدوقی یکی از ائمه جمعه مشهور سابق ایران در یزد هستند که به به شهید مهراب هم مشهور بودند و به لحاظ سیاسی نیز به طیفی از اصلاح طلبان نزدیکند و حتی تصاویر بیشماری از دیدار حسن روحانی با این روحانی در آستانه اعدام در کمپین های انتخاباتیش منتشر شده که سیاسی بودن حکم و احتمال بروز تنازع قدرت میان لایه های حکومت موجب نگرانی بیشتر فعالان حقوق بشر شده است. ادامه میدهیم با یکی دو رویداد حقوق بشری دیگر که در سطحی گسترده انتشار یافته بود. دبیر کل سازمان عفه بین الملل از علی خامن رهبر ایران خواسته که جلوی اعدام سامان نسیم جوانی که قرار است امروز پنجشنبه سیوم بهمنما به جرم عضویت در پژاک اعدام شود رو بگیرد این مقام بین الملل در ویدئوی خطاب به خامنه ای که در یوتیوب منتشر کرده گفته بود عفو بین الملل اصولا با مجازات اعدام مخالف است اما در این مورد خاص شما نباید کسی را اعدام کنید که در زمان بازداشت به سن قانونی نرسیده بود این کار مقایر معاهدات بین المللی است که ایران هم آنها را امضا کرده است آقای شتی از رهبر ایران خواسته بود که به سامان نسیم رحم کند و به دنیا نشان دهد که بی ادالتی رو تایید نمی کند سامان نسیم جوانی است که در سن 17 سالگی به اتهام عضویت در گروه مسلح پژاک بازداشت و به اعدام محکوم شده است و اما ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی یک فعال سیاسی طیف تحولخواهان سعید رضوی فقیه جمعی از بستگان سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی روز چهارشنبه 29 بهمن با انتشار بیانیه اعلام کردند که جان وی در خطر است به گفته بستگان رضوی فقی این موضوع از سوی پزشکان بیمارستان به مقامات مربوطه و مأموران زندان بارها اعلام شده است به گزارش پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی بستگان آقای رضوی فقیه در این بیانیه نسبت به آنچه انتقال اجباری این زندانی سیاسی پس از عمل جراحی قلب به زندان خوانده شده هشدار داده بودند پیش از این وبسایت جرس نزدیک به طیفی از اصلاح طلبان خبر داده بود که سعید رضوی فقیه از روزهای ابتدایی بهمن ما برای عمل جراحی قلب از زندان به بیمارستان منتقل شده است به گفته این وبسایت این زندانی سیاسی ای سی تمام این مدت رو با دست بند و پابند در بیمارستان گذراند و ممنوع الملاقات نیز بوده است در همین حال پایگاه اینترنتی انصاف نیوز پنج بهمن خبر داده بود که یکی از پزشکان معالج با نوشتن توصیه نامه ای اعلام کرده است که آقای رضوی فقی تحت هیچ شرایطی نباید استراب داشته باشد و بازگشت او در این شرایط به زندان مناسب نیست ادامه می دهیم بردامه آن سوی خبر رو با رویدادهای حقوق بشری دیگر حصر رهبران جنبش سبز که در طول هفته اخیر منجر به واکنش های مسئولین قضایی شده بود در تازه ترین اظهار نظر رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی می گفت که میر حسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در حصر خانگی هستند می توانند به نقاط مختلف کشور سفر کنند و به خدمات پزشکی هم دسترسی مطلوب دارند جالب اینجاست که مجله رمز عبور نیز هفته پیش به این نکات اشاره می کرد جواد لاریجانی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت رهبران جنبش سبز ایران گفت که حصر هر فردی باید مبنای قانونی داشته باشد یا قاضی حکم می کند یا شورای عالی امنیت ملی میتواند آزادی های فرد یا گروهی را محدود کند و به قوا ابلاغ کند آقای لاریجانی گفته است مسئولیت سلامت این افراد با دستگاه های امنیتی است اگرچه تاکنون مشکلی ایجاد نشده است محمد جواد لاریجانی تاکید کرد که این افراد در حصر حتی میتوانند به نقاط مختلف کشور سفر کرده و دسترسی های پزشکی دارند رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری مهر در مورد صدور مجوز برای ورود احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران اعلام کرد که سیاست جمهوری اسلامی در مورد مکانیزم گزارش های سازمان ملل سیاست همکاری است اما گزارشگری چارچوب های خاص خودش را دارد و به روش های احمد شهید اشکال داریم لاریجانی در ادامه در این خصوص می گفت که اول اینکه انتصاب گزارشگر ویژه باید موجه باشد و نباید موزیگیری کند به گفته رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه احمد شهید با تروریست ها روابط زیادی دارد کارشناسان ما با احمد شهید مذاکرات زیادی داشتند و این مسائل رو توضیح داده ایم که به که اشکال ما با شما اشکال فن نیست <مسیقی> <مزنی> <مزنی> همچنان بیننده ی برنامه آن سوی خبر هستید با رویدادهای دیگر با زمینه اجتماعی افزایش آمار سخت جنین در ایران همزمان با کاهش باروری دقدقه گذران در نظام جمهوری اسلامی رو روزافزون کرده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در ایران سالانه دویست و هزار سخت جنین انجام میگیرد. مدیر کل دفتر سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم از تمرکز وزارت بهداشت بر حل مشکلات باروری در ایران خبر داد دکتر محمد اسماعیل مطلق در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می گفت بالغ بر 220 هزار سقط جنین در سال صورت می گیرد که در این میان فقط هفت هزار مورد از مسیر قانونی انجام می شود مدیر کل دفتر سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت تداخل فرزند آوری و مسائل اقتصادی را دو دلیل عمده سقط جنین عنوان کرد و می گفت میزان تداخل فرزند آوری 80 درصد و مسائل اقتصادی 20 درصد است و اما در این راستا روزنامه های پرشمارگان کشور نیز به, مو به این موضوع واکنش گسترده نشان دادن از جمله روزنامه امتیاز مطلب اصلی شماره امروز رو به آخرین آمار سقط جنین غیرقانونی در کشور اختصاص داد و میزان پایین باروری و میل به فرزند کم در خانواده ها رو برخلاف خاص و منویات رهبری جمهوری اسلامی توصیف می کرد که با سیاست های ابلاغی رهبری نمی خاند. ادامه آن سوی خبر با ریزگردها و منازعات تن آمیز نمایندگان دلواپس با رئیس سازمان محیط زیست کابینه روحانی پس از چند روز اهانت یکی از نمایندگان دست راستی احواز که به معصومه ابتکار تشر و تعنه زده بود که اگر نمیتواند محیط زیست را بهبود ببخشد سفری به احواز داشته باشد بهتر است که در خانه بماند و آشپزی کند امروز معصومه ابتکار ما پاسخ داد که افتخار می کنم که آشپزی می کنم روزنامه کارون که عمدتا به اخبار خوزستان و جنوب ایران توجه بیشتر نشان می دهد با ترسیم تصویری از معصومه ابتکار به نقل از وی مدعی شد که همه ما وامدار خوزستان هستیم این روزنامه با اشاره به مخالفت مجلسیان با تصویب بودجه برای ریزگرد زدایی از خوزستان گلایه میکرد که دیروز بودجه را حذف کردند و امروز انتقاد نیز می کنند. جالب توجه که روزنامه آرمان نیز موضوع مخالفت مجلس با تصویب بودجه برای مقابله با ریزگرد ها را تیتر اصلی شماره امروز انتخاب کرد و به نقل از نادران ابراز نگرانی کرد که می ترسیم با این بودجه کار سیاسی کنند آرمان با واژگان تن آمیز از این نزاع ریزگردی چنین یاد می کرد که در عنوان صفحه می بینید ریزگرد هایی با کولبار هستی. و با رویدادی انتخاباتی برنامه یان سوی خبر رو پی میگیریم تعیین تا تاریخ انتخابات خبرگان رهبری در واقع نخستین گام عملیاتی برای برگزاری این دور از رقابت های انتخاباتی رو کلید زد سخنگوی شورای نگهبان خبر داد این شورا روز هفتم اسفند سال 94 رو به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان می گفت چند روز قبل نامه وزارت کشور مبنی بر پیشنهاد روز برگزاری انتخابات مجلس دهم ده به شورای نگهبان رسید که دو تاریخ مجزا در این نامه به عنوان روز برگزاری انتخابات پیشنهاد شده بود. سخنگوی شورای نگهبان می گفت اعضای شورای نگهبان با بررسی همه جوانب نسبت به بررسی این دو تاریخ اقدام و روز هفتم اسفند ماه سال آینده رو به عنوان روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کردند. جالب توجه که در سالهای پیش نیز در چنین روزهایی از اسفند ماه البته با کمی پس و پیش این انتخابات اصولا کم اهمیت برگزار می شد که البته به دلیل بروز رقابت های جناهی میان طیفی از تونروهای خبرگان و از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی این دور از انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار شده است در ادامه برنامه آن سوی خبر میخوانیم مسکن مهر از میراث بر جای مانده عهد احمدی نژاد بسان یارانه ها کماکان کابینه روحانی رو نیز درگیر ماجراهای جانبی کرد به گزارش خبرگزاری مهر احمد اسقری مهرآبادی چهارشنبه شب در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان گفت که سیاست دولت یازدهم تکمیل پروژه مسکن مهر است اما وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر نیست این حجم از کار رو انجام دهد وی با بیان اینکه قانون اساسی دولت ها را برای فراهم کردن زمینه مسکن دار شدن مردم مکلف کرده است اشاره می کرد که در طول فعالیت دولت تدبیر و امید و طی یک سال و نیم اخیر 450 هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده و در مجموع تا پایان امسال به بهره برداری می رسد که جمعیتی نزدیک به یکونی میلیون نفر تحت پوشش این واحدها قرار می گیرد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر میافزود برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر جلسات متعدد برگزار کرده این که بالغ بر 5600 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر در کشور بودجه نیاز داریم این مقام مسکن و شهرسازی در ادامه سخنان خود بیان می کرد که از مجموع دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهری که ساخت آن در کشور آغاز شد تا کنون کار ساخت یک میلیون و هفتصد و بیست هزار واحد به اتمام رسیده و یک میلیون و 300 هزار واحد افتتاح شده است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در پایان خاطر نشان می کرد که در دهه فجر سال جاری برای افتتاح دویست هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور برنامه ریزی شده بود که با هفت هزار واحدی که در هرمزگان به بهره برداری می رسد، تعداد واحد های افتتاح شده به یکصد و یازده هزار می رسد و مابقی نیست تا پایان سال 93 افتتاح می شود. اخبار و رویدادهای فزاینده از آن سوی پولهای بی حساب و کتاب مسئولین در دولت گذشته هر روز ابعاد تازه تری می گیرد. در این میان مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در آستانه افتتاح بزرگترین فاز دوازده پارس جنوبی پرده های تازه از پرداخت پولهای بدون, بدون حساب و کتاب به پیمانکاران در دولت گذشته کنار زد. علی اکبر شعبانپور مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی یکی از چالش های تیم مدیریتی فاز دوازده پارس جنوبی رو در گفتگویی با روزنامه اصر رسانه در دولت گذشته پول های بی حساب و کتاب و نامتناسب با پیشرفت فیزیکی این پروژه در دولت قبل عنوان می کرد. از جمله در ذکر مستاق این فسادهای سازمانی روزنامه اصر رسانه مینوشت، همکنون فاصله نصب تا راه اندازی سکوهای نفتی به کمتر از پنج ماه رسیده است در حالی که در گذشته این فاصله سیزده تا چهارده ماه بوده است که همه این معضلات و مسائل در دولت موسوم به پاک دست احمدی نجات هر روز با ابعاد جدیدی روبرو می شود که آخرین اظهارات جهانگیری مبنی بر وقوع بزرگترین فسادهای دولتی در یک قرن گذشته اوج این فسادها از سوی دولت موسوم به پاک دست احمدی نژاد که مورد حمایت همه جانبه الله علی خامنه ای بوده است نشان می دهد. و در وقت باقی مانده برنامه آن سوی خبر رو پی میگیریم با رویدادی علمی دانشگاه ماساچوست ام آی تی که پیشتر اعلام کرده بود برای رعایت قوانین مرتبط با تحریم ایران دانشجویان ایرانی رو در بعضی رشته های مهندسی و علوم پایه نمیپذیرد در تصمیم خود تجدید نظر کرده است این دانشگاه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که پس از مشورت با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و دیگران تصمیم گرفته برای دانشجویان ایرانی برنامه های آموزشی مخصوصی طراحی کند که ضمن رعایت الزامات قانونی آنها بتوانند در رشته های مهندسی و علوم در این دانشگاه تحصیل کنند بر اساس قانون کاهش تهدید ایران مصوب سال 2012 وزارت امور خارجه آمریکا از دادن ویزا به ایرانیانی منع شده است که قصد دارند در کالج ها و دانشگاه های آمریکایی در بعضی رشته های مرتبط با انرژی، علوم هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای یا زمینه‌های مرتبط با آنها تحصیل کنند. پیشتر دانشگاه ماساچوست گفته بود که به شهروندان ایرانی متقاضی تحصیل در رشته هایی در دانشکده مهندسی از جمله شامل مهندسی شیمی، برق و کامپیوتر، مکانیک و صنایع و همینطور دانشکده علوم شامل فیزیک، شیمی، میکروبیولوژی و مهندسی و علوم پلیمر پذیرش نخواهد داد. این تصمیم از اول ماه فوریه سال 2015 به اجرا گذاشته شده بود. معاون تحقیقات دانشگاه می گفت که مقامات دانشگاه پس از مشورت به این نتیجه رسیدن که می توانند سختگیری کمتری اعمال کنند. در همین رابطه و همین راستا وزارت امور خارجه کشور ایالات متحده آمریکا در واکنش به تصمیم اولیه دانشگاه ماساچوست دانشگاه معروف فنی جهان به نام MIT گفته بود که تغییری در سیاست این کشور داده نشده و دستورالعملی تازه برای عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های ایالات متحده صادر نشده است و وزارت خارجه ای آمریکا همچنان متعهد است که سفر متقاضیان واجد شرایط را تسهیل کند تصمیم دانشگاه مزبور برای عدم پذیرش دانشجویان ایرانی اعتراضات گسترده‌ای در میان ایرانیان برانگیخته بود و با این خبر وقت برنامه امشب آن سوی خبر نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد رسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز برای تماشای تازه ترین گزارش های تهیه شده روز از سوی همکارانم در گروه گزارش با شما خداحافظی می تا درودی دوباره و شامگاهی دگرواد و ورق تازه ای از برنامه آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن بدرود عراقچی دیپلمات ارشد ایرانی اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا از فردا در ژنو آغاز می شود. آقای عراقچی گفته است روزهای جمعه و شنبه مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار خواهد شد و پس از آن بناست که در روزهای یک شنبه و دوشنبه محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر ملاقات کنند. آقای عراقچی به ایرنا گفته است احتمال دارد پس از روز چهارم مذاکره در سطح گروه پنج به علاوه یک هم انجام شود. به دنبال توافق موقت ژنو ایران و کشورهای پنج به علاوه یک درگیر مذاکراتی برای رسیدن به توافقی همه جانبه درباره برنامه هستهی ایران هستند. دو طرف مهلت رسیدن به توافق را تا تیر ماه 1394 تمدید کردند اما در هفته های اخیر رهبران دو کشور خواهان تسریع در رسیدن به توافق یکباره و همه جانبه شدند آمریکایی مکرر تکرار میکنن میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است بله ما هم همین را عقیده داریم ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر است از توافق بعد گفته می شود که غنیسازی ایران و چگونگی لغو تحریم ها از موضوعات مهم مورد اختلاف است همزمان وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده وندی شرمن معاون این وزارتخانه در رأس هیئتی ده نفر رهسپار ژنو شده است تا با مقام های ایرانی به گفتگو بپردازد وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه تاکید کرده است که مذاکرات دو جانب با ایران در چارچوب گروه پنج به علاوه یک صورت میگیرد که هدایت آن بر عهده کاتر نشتون است. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه از ضرورت رسیدن به تفاهم سیاسی در هفته آینده برای رسیدن به یک توافق همه جانبه تا تیر ماه خبر داده بود. گفتگوهایی که از فردا در ژنو آغاز می شود پنجمین دور رایزنی ها میان معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از تمدید هفت ماهه توافق ژنو است عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، وندی شرمن و ویلیام برنز، معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در حاشیه پنجاب و یکمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو کرده بودند. همچنین قرار است جان کری و محمد جواد ظریف روزهای یک شنبه و دوشنبه در ژنو دیداری دوجانبه داشته باشند که این دیدار پنجمین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از تمدید هفت ماهه توافق ژنو است وزرای خارجه ایران و آمریکا در حاشیه پنجاب و یکمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ به مدت چهار ساعت گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تاکید کرده است که این رایزنی های دو جانبه در چارچوب مذاکرات پنج بعلاوی یک با ایران است که به ریاست کاترینشتون نماینده ویژه اتحادیه اروپا صورت می گیرد. به گزارش خبرنگار ایران فردا، روزنامه نگاران در کردستان ایران میگویند حکم اعدام سامان نسیم امروز اجرا نشده است. بنابر گزارش های قبلی و اطلاعات وکیل و خانواده آقای نسیم امروز به عنوان موعد اعدام سامان نسیم تعیین شده بود. حکم اعدام آقای نسیم که در هنگام بازداشت 17 ساله بوده است مورد اعتراض خانواده وی و ناظران حقوق بشر در ایران و جهان قرار گرفته است. بنابر گفته های یک روزنامه نگار در ایران صبح امروز امید نسیم برادر سامان نسیم با مراجعه به زندان ارومیه جویای وضعیت سامان نسیم شده است. به گفته آقای امید نسیم دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه گفته است فعلا حکم اجرا نشده است ولی قطعا به زودی اجرا خواهد شد برادر آقای نسیم گفته است که یکی از همبندیان سامان گفته است سامان دیروز تا ساعت یک و سی دقیقه در داخل بند بود بعد از آن وی را بردند که ما حد زدیم سامان را به قرنطینه منتقل کردند ولی الان با خبر شدیم که او را به اداره اطلاعات بردند. روز گذشته سلیل شتی دبیر کل سازمان اف بین الملل از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خواسته بود که جلوی اعدام سامان نسیم به جرم عضویت در پجاک را بگیرد. پس از آن دو کارشناسان سازمان ملل هم درخواست مشابهی را مطرح کردند. سلیل شتی دبیر کل عفو بین الملل در ویدیویی که در یوتیوب منتشر شده خطاب به آقای خامنه ای گفته است عفو بین الملل اصولا با مجازات اعدام مخالف است اما در این مورد خاص شما نباید کسی را اعدام کنید که در زمان بازداشت به سن قانونی نرسیده بود این کار مغایر معاهدات بین المللی است که ایران هم آن را امضا کرده است آقای شتی از رهبر ایران خواست که به سامان رحم کند و به دنیا نشان دهد که بی‌عدالتی را تایید کند روز چهارشنبه نیز احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و کریستوف هینز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام های فراقانونی ایران را ترغیب کردند بر اساس تعهدات بین المللیش این اعدام را متوقف کند. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نوشتند صرف نظر از شرایط و ماهیت جرم اعدام کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند به طور آشکار بر اساس قوانین حقوق بشر بین المللی ممنوع است. آنها از ایران خواستند به مفاد تصریح شده در قوانین جمهوری اسلامی عمل کند که میگوید اعترافات گرفته شده تحت شکنجه ارزش حقوقی ندارد. پیشتر فدراسیون بین المللی حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر هم درخواست مشابهی را مطرح کرده بودند. سامان نسیم جوانی است که در سن 17 سالگی به اتهام عضویت در گروه مسلح پژاک بازداشت و به اعدام محکوم شده است. یکی از بستگان آقای نسیم گفته است که او مدتی پیش در زندان به مدت یک ماه و سه روز اعتصاب غذا کرده و 20 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده بود. در روزهای گذشته پدر و مادر سامان نسیم با انتشار عکس های خود در کنار قاب عکس فرزندشان خواهان حمایت مردم برای جلوگیری از اعدام فرزندشان شدند. دولت ایران میگوید سامان نسیم در حملات تروریستی گروه پژاک در ایران دست داشته است. روز چهارشنبه در نخستین روز بررسی لایحه موسوم به امنیت داخلی در پارلمان ترکیه تا با تحمل پارلمان های مخالف و موافق این تر به قول معروف از کف رفت و با میز و صندلی و هرچه که به دستشان آمد بر سر و صورت یکدیگر گفتن که اصل این درگیری و تنش زخمی شدن پنج نماینده پارلمان بود اما بسته امنیت داخلی چه محتوایی داره که تا این اندازه حضاب سیاسی رو نگران کرده در واقع بسته امنیت داخلی تریک دولت و نمایندگان حزب عدالت و توسعه خواهان تصویب اون در پارلمان ترکی هستند برای این موضوع سوال هست که دولت اختیارات ویژه‌ای به پلیس این کشور بده و مقامات قضایی هم مجازات‌های سنگینتری برای معترضان خیابانی در نظر خواهند گرفت. از جمله بندهای جنجالی این طرح یکی این هستش که هر فردی که در تظاهرات اقدام به پوشاندن سر و صورت خودش با نقاب بکنه میتونه به مجازات حبس از دو تا چهار سال محکوم بشه پلیس همچنین اختیارات بیشتری برای شنود و بازرسی از منازل خواهد داشت در واقع دولت پس از اعتراضات ماه اکتبر در مناطق کردنشین مصمم به اجرای این طرح شده نگرانی از بندهای پیشنهادی در این طرح همه و همه باعث شده تا احزاب مخالف دولت در یک اعتلاف کم سابقه علیه این لایه با هم متحد بشن حزب کردی دموکراتیک خلقها در کنار حزب جمهوری خواه خلق و حزب ملیگراه مهبه یک تن اعتلافی رو در مقابل حزب دارد و توسعه در پارلمان تشکیل دادن چرا که اونها معتقدند تصویب این لایه آزادی های مدنی رو در ترکیه تهدید میکنه و فضای و رو به یک فضای پلیسی تبدیل میکنه موسا چام یکی از نمایندگان حزب جمهوری خلق که اتفاقا خودش یکی از زخمی ها در درگیری های روز چهارشنبه پارلمان بود گفت که این بسته امنیتی در عرض دو دقیقه امنیت مجلس رو به خطر انداخت و پنج نفر رو زخمی کرد من تصور میکنم که تصویب نهایی اون امنیت کل ترکیه رو به خطر خواهد انداخت اما حزب کردی دموکراتیک که خاک خا از دیگه سرگرم مذاکرات صلح با دولت هم هست از مخالفان جدی دیگه این طرح به شمار میره پیشتر صلاح الدین دمیرتاش از رهبران این حزب گفته بود که تصویب این لایحه میتونه حتی مذاکرات صلح کردها با دولت ترکیه رو به خطر بندازه اما نخست وزیر ترکیه که از مدافعان این طرح است روز گذشته گفت مذاکرات صلح کردها ربطی به بسته امنیت داخلی نداره و دولت امنیت عمومی رو ملزم به چانه سیاسی نمیکنه. صدها هزار نفر از مردم آرژانتین در سیامین روز مرگ آلبرتو نیسمان دادستان ویژه آرژانتینی راه پیمایی کردند این تظاهرات به درخواست دادستانهای فدرال و با شرکت خانواده نیسمان و سیاستمداران مخالف و در اعتراض به تبانی مقامات دولت آرژانتین با معموران امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شد آنها علا رقم بارندگی شدید در این تظاهرات خواستار عدالت برای آقای نیسمان شدند که درباره رفتار دولت در پرونده بمبگذاری آمیان خونین ترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین تحقیر میکرد در آن بمبگذاری در سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنس آیرس 85 نفر کشته شدند و ایران و حزب الله لبنان در ارتباط با آن متهم شدند اتهامی که این دو رد میکنند دادستانها در راهپیمایی سکوت روز چهارشنبه خواستار تحقیقات کامل در این باره شدند قاضی فدرال آرویو سالگادو که همسر سابق آقای نیسمان است و دو دختر آنها در این تظاهرات که دو ساعت به طول انجامید شرکت کردند مادر او هم در تظاهرات حاضر بود شماری از راهپیمایان پسترهایی با نوشتههایی همچون من نیسمان هستم یا حقیقت و عدالت در دست داشتند آلبرتو نیسمان که یک ماه پیش جنازهش در آپارتمانش کشف شد مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان میدهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان در بوینس آیرس در حال مخفیکاری به نفع مقامات ایرانی است راهپیمایی های مشابهی هم در سایر نقاط این کشور برگزار شد آرژانتینی‌های های ساکن اسپانیا، فرانسه، اسرائیل و سایر کشورها هم تجمعهایی برای آقای نیسمان برگزار کردند. مقام های دولتی این راهپیمایی را یک حرکت سیاسی برای تضعیف دولت توصیف کردند آقای نیسمان چند روز پیش از مرگش یک گزارش 300 صفحه ای آماده کرده بود که در آن کریستینا فرناندز رئیس جمهور و هیکتور تیمرمن وزیر خارجه را به تلاش برای پنهان کردن نقش ایران در پرونده بمبگذاری آمیا متهم می کرد. جسد نیسمان ساعتی پیش از آنکه درباره یافته هایش در کنگری این کشور شهادت دهد پیدا شد نحوه مرگ نیسمان بسیاری از آرژانتینی ها را دچار این سو کرده که دولت در مرگ او نقش داشته است اتهامی که دولت شدیدن رد می رئیس جمهوری آرژانتین گفته قانع شده مرگ آلبرتو نیسمان خودکشی نبوده اما معموران خودسر اطلاعات را در مرگ آقای نیسمان مقصر شناخته معمورانی که میگوید با دادن اطلاعات غلط به نیسمان قصد داشتن دولت را بی کنند خانم فرناندز روز چهارشنبه گفت که تسلیم فشارهای خارجی یا داخلی نخواهد شد و تا ماه دسامبر که دوره ریاست جمهوریش به پایان میرسد در قدرت باقی خواهد ماند دولت ایران اجرای طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه به هنگام مراجعه به درمانگاه ها می شود. سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران کاهش هزینه های اجرایی و افزایش بهرهوری سازمانی را از نتایج مهم حذف تدریجی دفترچه بیمه سلامت دانسته و آخرین وضعیت اجرای آزمایشی این طرح را در تهران تشریح کرده است. مهدی قنادی در گفتگو با ایسنا با اشاره به روند حذف تدریجی دفترچه های بیمه گفته است این طرح به صورت آزمایشی در چند بیمارستان تهران از جمله مرکز قلب و بهارلو در حال اجراست و امکان پذیرش مراجعان نیازمند بستری با ارائه کارت ملی در بیمارستان یاد شده را فراهم کرده است هزینه بالای چاپ دفترچه های بیمه و مشکلات نگهداری دفترچه و اسناد وابسته به آن یکی از مشکلات اداری و اطلاعاتی در سیر درمان در ایران بوده است. سرپرست بیمه سلامت تهران گفته است در صورتی که سایر بیمارستان ها چالش های پیش روی خود از جمله مشکلات مربوط به نرم های موجود پیاده سازی نرم مخابراتی و ایجاد فرهنگ عمومی در زمینه تغییر نحوه ارائه خدمات را برطرف کنند می توانند همانند بیمارستان های یاد شده به بیمه شدگان ارائه خدمت کنند طرح جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه بیمه در چارچوب برنامه وزارت بهداشت برای سازمان دادن شبکه اینترنتی در شبکه بهداشت و درمان کشور اجرا شده است. در ماهای گذشته وزارت بهداشت در برابر این پرسش منتقدان قرار داشته که آیا شبکه بهداشت کشور آمادگی فنی و مالی لازم برای توسعه این شبکه ارتباطی تازه را دارد یا خیر سرپرست اداره کل بیمه سلامت تهران گفته است در بیمارستان های همکار این تر به تدریج دفترچه بیمه برای موارد بستری هست می شود و خدمات بستری شدن با ارائه کارت ملی انجام خواهد شد. این مقام بیمه ای گفته است حذف تدریجی دفترچه های بیمه به منظور انجام خدمات سرپایی بیمارستان های همکار از جمله برنامه های آینده این طرح است. آقای قنات کاهش هزینه های اجرایی، افزایش بهرهوری سازمانی، تسهیل در رسیدگی به اسناد درمانی، تسریع در پرداخت به مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرار داد، جلوگیری از تخلفات احتمالی و نیز تشکیل بانک اطلاعاتی جامع پرونده سلامت بیمه شدگان را از جمله اهداف مهم این طرح دانسته است. پیش از این انوشیروان محسنی بندپی مدیر عامل بیمه سلامت گفته بود عملیات اجرایی سازمان بیمه سلامت در مورد بیمهگری ثبت نام ارائه خدمات و رسیدگی به اسناد نیازمند به کارگیری فناوری اطلاعاتی جدید است به گفته این مقام 70 درصد عملیات سازمان های بیمهگر پایه به فناوری اطلاعات برمیگردد بیش از 8 میلیون نفر در ایران از دفترچه های بیمه سلامت استفاده می کنند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پس از دیدار با شورای امنیت ملی و دفاع این کشور در کیف خواستار اعزام پلیس اتحادیه اروپا به اوکراین در چارچوب ماموریت صلح سازمان ملل شد شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین با مذاکره پترو پروشنکو با سازمان ملل متحد برای صدور مجوز مأموریت صلحبانی در اوکراین موافقت کرده است با این حال دبیر این شورا تصریح کرده که خواست اوکراین اعزام سربازان کلاه آبی سازمان ملل به این کشور نیست کیف پیشتر پیشنهاد روسیه را برای اعزام صلحبانان سازمان ملل به شرق اوکراین رد کرده بود دولت اوکراین نگران است که استقرار این صلحبانان در این کشور می شود در مقابل مسکو موافق اعزام پلیس اروپایی به اوکراین نیست چرا که اتحادیه اروپا را در بحران اوکراین بیطرف نمیداند رئیس جمهوری اوکراین همچنین با سربازان مستقر در مناطق ناآرام شرق اوکراین دیدار کرد به ضمن انتقاد شدید از روسیه افزود تمام دنیا شاهد بود که روسیه به وظایف خود عمل نمی کند. او ضمن اعلام خروج 2500 سرباز دولت مرکزی اوکراین از شهر دبالتسو از کشته شدن دستکم 6 نیروی ارتش اوکراین و زخمی شدن بیش از 100 تن دیگر خبر داد. رسانه اوکراین روز پنجشنبه شنبه سیوم بهمن ما شمار زخمی های 24 ساعت گذشته در شرق این کشور را 173 نفر اعلام کردند. صدر آلمان چهارشنبه 29 بهمن ماه بار دیگر ضمن انتقاد مجدد از روسیه از این کشور دعوت کرد که با اتحادیه اروپا همکاری کند. آنگلا مرکل تصریح کرده که آلمان و فرانسه و دولت‌های اروپایی از اوکراین و حفظ تمامیت ارزی این کشور حمایت خواهند کرد. و در این حال افزوده دولت های اروپایی از هیچ اقدامی برای اینکه روسیه بار دیگر به جمع شرکای اتحادیه اروپا بازگردد کوتاهی نخواهند کرد همزمان دولت آمریکا نیز اعلام کرد علیرغم رغم ادامه درگیره ها در شرق اوکراین توافق مینسک را شکست خورده نمی داند. آمریکا جدای طلبان شرق اوکراین و دولت مسکو را مسئول نقض آتش بس می داند.